عرض درود ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید با این بخش خبری ویژه توپ اومدم خدمتتون سرشار از انرژی مطمئنم شما این بخش خبری ببینید همین قدری که من انرژی دارم قطعا انرژی میگیرید شاید خیلی بیشتر قبل از اینکه شروع کنیم خواهش میکنم ویدیو بسیار مهم حتما لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید اگر هم تا در کانال سابسکرایب نکردید لطف کنید سابسکرایب کنیم که خیلی با هم کار داریم تا آزادی کشورمون چیز زیادی نمونده میخوام بتونیم با هم دیگه همه هنگی ها رو داشته باشیم بریم سراغ این اتفاق عجیب و غریب به توپ بستن بیت رهبری مگه داریم بله فرماندهان سپاه و خلاصه همه گنده مونده ها در روز 13 دی مصادف و سالگرد کتلت شدن سلیمانی حدودا 60 نفر بودن از سپاه مناطق مختلف کشور رفتن بیت و اونجا نشستن در مورد حالا مسائل مختلف صحبت کردن که اینو برای شما عین متن رو میخونم ترجیحاً سعی میکنم خودم کنترل کنم وسطش کامنت ندم اکثرا با سراحت نظرات خودشون رو درباره ریزش شدید نیروهای سپاه و بسیج تمرد بدنه سپاه و بسیج از ادامه کشتار مردم استعفای وسیع در بدنه سپاه و تاثیر فسادهای میلیاردی حکومت و همچنین این اتفاقات در بیاعتقاد شدن رده های پایینی سپاه از حاکمیت و مخالفت زمینی و در مواردی سریح اکثر فرماندهان سپاه با سیاست های جاری رو بیان کردن این سند فوق محرمانه نشون میده که اعتراضات گسترده مردم به ویژه جنبش زن زندگی آزادی سقف رژیم را شکسته و تردید و تمرد در بدنه نیروهای سپاه و بسیج در کشتن معترضان را به نحو بی سابقه ای افزایش داده به طوری که برخی از فرماندهان به خامنه گفتند پاسداران و بسیجی ها دیگر حاضر به سرکوب مردم نیستند و از فرمان ما تمرد میکنند قبل از رنسانس انقلاب زن زندگی آزادی که بقایای اتوریته و تقدس خامنه ای و نظام حاکم را در هم شکست و در این حال مردم مسئولیت و شجاعت بینظیر خود را در برابر آدمکشان به نمایش گذاشتند چه کسی تصور میکرد که دهها فرماندهان سپاه از نقاط مختلف ایران در حضور خامنه جرأت پیدا کنند سخن از ناکارآمدی سرکوب و تمرد و رویگردانی بدنه سپاه از ادامه کشتار مردم حرف بزنند از برحق بودن اعتراضات مردم حرف بزنند از اینکه مردم دست خالی و فق... مردم دست خالی و فقیر رو نباید کشت از اینکه ساعت فرزند شمخانی به اندازه دستمزد پنج سال یک پاستار ساده است حرف بزنند از فساد گسترده در رده های بالای حکومت که موجب ریزش و بیاعتقادی در رده های پایینی نیروهای مسلح شده صحبت کنند از اینکه اینها که, اینها که اعتراض میکنند دشمن نیستند بلکه مردم ایرانند که از شدت فقر و فشار به خیابان میآیند تا حرف بزنند از ضرورت تغییر و تحول صحبت کنند از فروش اسناد نظامی توسط اعضای سپاه به خاطر فقر و بیاعتقادی حرف بزنند از مشتبه خامنهای و دخالتهای او انتقاد کنند پرده از نقشه خونسا شده یه به توپ بستن بیت رهبری توسط اعضای سپاه حرف بزنند و به سراحت بگن بدنه سپاه و بسیج دیگر حاضر نیست چون گذشته مردم را به گلوله ببندد از بیاعتقادی اکثریت بدنه سپاه به نظام به اصلاح امور حرف بزنند و خیلی چیزایی دیگه که نشونه های انکار ناپذیر شکاف های بزرگ در نظام حاکم و ضعف رود زعف آن در سرکوب خواسته های آزادی خواهانه و ادالت جویانه مردمه چه کسی؟ تصور میکرد که فرماندان سپاه روز 13 دیماه به نزد خامنه ای برند و به او بگن که الان دیگر شرایط مثل اعتراضات 98 نیست که سرلش کرد نقدی به هر بسیجی تفنگ بده و بگه برید هر طور که میتونید مردم رو بزنید و ساکت کنید این رویداد بیسابقه و پنهانی در بیت خامنه این نتیجه مستقیم رنسانس انقلاب تاریخ ساز زن زندگی آزادی که پشتوانه چهل سال مبارزات درخشان مردم علیه تروریسم حاکم رو به خودش داره سرتیب حسن حسنزاده که از فرماندهان سپاه نخواستین کسیه که زبان به سخن میگشاید چند جمله از صحبت اون رو در اینجا میاریم دوستان یه توضیح بدم 44 صفحه است و اگر میخواستم عین 44 سفر بیارم خیلی خسته کننده بود یه رو جدا کردم نمیتونم بگم همه بخشای مهم ولی تا جایی که زمان این ویدیو اجازه میداد بخشایی سر کردم مهمترشو برای شما بیارم شاید در آینده دوباره روی این فایل برگردیم اما حسن حسن زاده میگه حجم بزرگ مشکلات در عدم توان جمع کردن اختشاش از خیابان و دانشگاه و اماکن فرهنگی این بوده که ما با نسل جوان تبادل فرهنگی نکردیم اگر هم بنا به تبادل فرهنگی یا دیکته فرهنگ شهادت طلبی برای این نسل بین 14 سال تا 30 سال بخوایم داشته باشیم فضای فکری این نسل در این رده های سنی که عرض کردم رو نداریم عبارت جالب بود دیکته شهادت طلبی یعنی ما بریم به زور بهشون بگیم شما باید شهادت طلب بشید همه مشکلات رو هم نمی شود گفت به دلیل تهاجم فرهنگی صورت گرفته باید پذیرفت که بعضی از آموزه هایی که از بسیج از صداسی و از مدارس داده شده را نمیپذیرند اینکه حال عدم پذیرش از سمت اینها تقصیر نهادهای فرهنگی و آموزشی یه مسئله میتونه باشه ولی مسئله اصلی ما امروز این که اینجا آقایان فرماندان برجسته و ارشد کشور حضور دارند اینه که چگونه باید این جوانان را جذب و نگذاشت مشکلات رو بیش از این ادامه بدن من در جلسه خدمت آجاقای آقای افزلی از اطلاعات سپاه بودم اسم کوچیکشون نبود نمیدونستم کیه پنجا تا... تا افزلی بود ببخشید جلسه خدمت آجاقای افزلی از اطلاعات سپاه بودم ایشان همونطور که میدانید نظراتشان در بحث حل بحران شنیدنیست و حداقل ایشان سابقه سالها دفع بحران و ساماندهی فضای کشور را استادانه آموزش دادند. من منتظر بودم ایشان هم اینجا حضور داشته باشند ایشان در حرفشون توضیح دادند دو سه سال پیش از امروز تبادل اطلاعات و پذیرش این نسل و این رده سنی باید مورد توجه قرار می‌گرفت خواسته های آنها حتی اگر برحق نباشد و مقابل دستورات قوانین نظام باشد اصلاح قوانین راه حل بهتری است تا مقابله با این جوانان بنده سوال کردم که اصلاح قوانین اسلامی در ساختار سیاسی ممکن است نظام را به خطر بیاندازد ایشان گفتند که رهبر جامعه ملزم به اجرای حدود و تعیین حد و مرز قوانین است و بنا به صلاح دید جامعه می تواند ساختار را دچار تغییر کند همون جایشان گفتن حداقل یک هفتم همین جوانان در ده سال آینده جذب بنیه و توان امنیتی و انتظامی کشور می شوند. اگر نتوان آنها را جذب کرد توان اقتدار و امنیت کشور از دست خواهد رفت. لذا الان در شرایط کشور ما با جوانانی در تیپ ها و لشکر های کشور رو به هستیم که یا به عنوان وظیفه عمومی یا به صورت استخدامی با اونها همکاری روزانه داریم بعد از جریان اعتراض و اختشاشات هم ما بعد از جریان اعتراض و اختشاشات همین افراد نگاهشون به خیابونه حرف آخر که بگویم و وقت رو به آقایان بدم این است که نگاه این جوانان که در یگانهای مختلف حضور دارند به همسنها و خانواده های خود در خیابان است و ما نمی توانیم نگاه های آنها را در نظر نداشته باشیم بی توجهی به مسئله می تواند حداقل در سطح پایتخت مشکلات بسیاری را به وجود بیاره بنده با حضور در یگان ها و قرارگاه های امنیتی متوجه موضوع شدم که خدمت مقام معظم رهبری و آقایان عرض کردم و اما نفر بعد سرهنگ نعمت باغری از فرماندهان سپاه اهواز خطاب به خامنه ای میگوید در خوزستان آقایان روحانیون تجارت و ثروت اندوزی می کنند اما مردم درد گرسنگی دارند شرایط استان خوزستان به طوری که حتی نیروهایی که در این استان به صورت غیر بومی حضور دارند با مردم خوزستان همدردی می کنند خوزستان خاک گیرایی داره اول باید بگم خوزستان خون داد که آسایش و آرامش در این منطقه همیشه برقرار باشه در این مدت اخیر که هیچ قبل از اون هم آسایشی در خوزستان نبود انگار که خاک خوزستان همیشه باید خاک کارگران باشد و این کارگران نباید یک روز هم طعم زندگی خوب را بچشند خوزستان آب ندارد برق ندارد حتی من امروز فکر میکردم در این جلسه وزرا و رئیس جمهور باشند که من به واقع انتقاد کنم از منطق آنها در مورد خوزستان چطور می شود که این استان چهل سال است که هیچ ندارد آقایان فکر می کنن که مشکلات از کجا شکل میگیره از فقر و نداری مردم اعتراضات آغاز میشه. در استان خوزستان نداری همخون مردم شده مردم توان ندارند سر خودشون رو بالا بگیرن در گرمای شدید این استان در گرمای که شله گاز برای این استان ساخته است حاج یا نشین مراجع ازام در نظام کسب درآمد میکنند و بدبختی و مصیبت را مردم میکشند در سپاه احواز تا کنون هفت تجمع اعتراضی به حقوق و مزایا داشتیم که دو تجمع به درگیری و بازداشت کشته شده به نظر من اعتقاد بچه مسلمان به دارایی او هم ربط دارد در صدر اسلام هم برای تقسیم قنای بین سپاهیان اسلام و پیامبر عظیم و شعن اسلام صحبت و درگیری بود در زمان علی بن طالب هم مشکلاتی به این منوال بود اما شاید حساس ترین این صحبت ها صحبت های بودش که سرلشکر غلام علی رشید خطاب خامنه ای میگه غلامعلی رشید میگه همین چند روز اخیر منظور از چند روزه همین مدت آغاز اعتراضات است ما سه بار تمرد از دستور و اقدام خودسر به معنی اقدام به آتش کردن توبخانه برای هدف گرفتن اهدافی در تهران رو پشت سر گذاشته ایم که موردی از آن محل بیت رهبری رو مقصد هدف توبخانه خود قرار داده بود که به همدلله با اقدامات فوری برادران در لشکر اقدامات خوبی در دستگیری و شناسایی عاملان و دستن در کاران این تفکر که به واقع تفکر تروریستی بود به عمل اومد خدا رو شاکریم که اقدامات بی نتیجه بود الان صحبت های دوستان و همکاران شنیدم متوجه موضوعاتی تازه در بدنه نیروهای مسلح شدم که به واقع میتونه توان امنیتی کشور رو نابود کنه ما نمیتونیم نمایش بدیم و با نمایش دادن مبارزه با فساد بخوایم مردم رو بازی بدیم امروز ما با مردم هوشمندی سر و کار داریم که این مردم بر پایه شبکه های اجتماعی اطلاعات و اخبار راست و دروغ را در اختیار دارند شما مسئله رو از بالاتر ببینید که ما حتی در دور جدید اعتراضات نتونستیم اینترنت رو از اونا بگیریم خدا لعنت کنه آل سعود و پیشرفت تکنولوژی در جهان رو که تونست مسئله قطع اینترنت رو ناکارآمد کنه از طرف دیگه باید بدونیم حربه امنیتی دیگر کارساز نخواهد بود اگر این اعتراضات خاموش بشه و سال دیگه باز اتفاق جدیدی بشه مقابله با اون سختره در مورد نمایش مبارزه با فساد شما ببینید آقای رئیس شنپور وقتی به قوه قضایی رفت اومد جلو فساد رو بگیره به نظر این بنده حقیر که ایشون مشکلات خود رو که سالها میدونیم با جریان حاکم بر قوه قضایی آقای لاریجانی که امشب بعد اینجا حضور می داشتن رو مسئله تبری و محاکمه نمایش ایشان حل کردند مردم هم دیدند و خندیدند اگر در زمان ایشان تبری و امسال هم راندخار و دزد بودن پس بودجه 130 میلیاردی آقای اجعی که برادر عزیز توضیحی هم بابتان آن ندادن در دست آقای ترامشلو چه کار میکنه؟ آقای ترامشلو با چه مجوزی تایید مجلس دولت یا نظام بودجه های کلان رو در اختیار داره و منظور از بودجه به این بزرگی که میدونیم و اطلاع داریم که از ایران هم خارج شده چه بوده تو پرانتز بگم این 130 میلیارد رفته کانادا اما بدون طرف باید بدونیم که رشوه بخش مهمی از مشکلات نیرو شده یعنی رشوه و کسب درآمد حرام در بعضی نیروها سیستم رو ضعیف کرده سرتیب خدارحم رحم سارانی هم خطاب به خامنه ای میگه نمیشود مردمی را که در 55 درجه گرمای هوا توی آب و خشکی کار میکنند رو بگویم ضد انقلاب این آدم از خودش هیچی ندارد حالا به تعبیر حاج آقا نماینده خامنه ای در سپاه عامل دشمن بگیم بودجه بخوایم و تعمین بشه او را دشمن بدانیم و بزنیم مردم را هم نمیشود روبروی مردم قرار داد یادم باشد که بدنه نظامی بدنه نظامی هم همین مردم هستند حاجاقا از مسائل نظامی سر در نمیارن من توضیح بدم که همین مردم رو ما اسلحه دادیم آموزش دادیم و لباس فرم دادیم و شده است نظامی یادم یاد ما باشد که این نظامی شب در خانهش لباسش را در می آورد و می شود مردم و همین آدم سفرش در خانه برکتی ندارد و نانی در سفره ندارد و مشکلات منزل و خانواده و مشکلات اعصاب و روان او در خیابان به خانه منتقل شده و کانون خانواده او تحت تاثیر قرار می گیرن. ما با یک جامعه تنیده شده در هم روبرو رو هستیم اینجا اروپا نیست که خانواده مطرح نباشه و مردم به تنهایی زندگی کردن رضایت بدن اینجا خانوادگی است و مشکلات و معضلات نیروی انتظامی در خانه در خانه اون مطرح شده و اثرات تلخی در جامعه در خانه نمایانه و مشکلات اعصاب و روان مردم در جامعه یا اعتراضات یا به تعبیر سردار قانی اختشاشات را دامن میزنه امروز حل شد فردا چی ده سال بعد چه مشکلاتی بروز پیدا میکنه موضوعات ریشه ای و در هم پیچیده ای که باید توان و قدرت تأمین داشت و مردم را بی جهت دشمن خطاب نکرد شاید با دوستی کردن و شنیدن مردم مسائل بهتر حل بشه سردار خدا رحمه سارانی هم میگوید شهرستان چابهار هم طور که میدانید بخش عمده ای از اعتراضات استانی رو در خودش جای داده بخش عمده ای از معترضین در این شهرستان را تجار و باربران تشکیل میدن این افراد در مورد کسب در... و کسب در درآمدهای خود معترضند از طرف دیگر جو استان به شکلی که هم استانی ها در پشتیبانی از هم و حمایت شبکه‌ای بهرمند هستند به طوری که اگر بنا به تعطیلی سازمان یافته باشد همه پیروی میکنند نیروهای نظامی در این شهر اکثرا بومی هستند به همین دلیل تحت فشارهای خانوادگی اقدامات عملی چندانی نمیتونند داشته باشند این در مورد تمامی استان هم صدق میکنه نیروهای ذخیره استانهای دیگر که برای تعمین امنیت استان سیستان و بلوچستان میآیند هم به کمک همین نیروهای بومی تنها بستن میادین رو میتونند اقدام کنند یک فرمانده دیگر سپاه از عراق میگه اعتراضات بر حق نیروهای من هم گرستند و اعتقاد به اصلاح امور ندارند سرتیب عبدالله پور از فرماندهان سپاه گیلان میگوید در گیلان ما توان ادامه سرکوب مردم را نداریم عناصر سپاه اسناد سری رو به قیمت‌های ارزان میفروشند چرا که زیر فشار فقرند فرمانده سپاه استان فارس هم میگوید دخالت های حاج آقا مجتبی مسئله ایجاد کرده و اضافه میکند که در استان فارس هزاران نفر در سپاه مسئله دار شدند سرتیب قدرت الله کریمیان هم میگوید حضرت آقا در استان ما وضع بسیار خراب و مردم در تنگنا هستند من نمیدونم اینجا آقایان سانسور میکنن یا نمیخوان با روشنی و بیپرده صحبت کنن یادشون رفته که در پیشگاه نایب بر حق امام زمان هستن اما من اجازه میخوام بیپرده صحبت کنم و در تحت لوای سانسور نمیتوانم حرفمو بزنم ما وظیفه داریم اخبار و اطلاعات درست و دقیق از مسائل پیش آمده رو به صورت صحیحی بیان کنیم حضرت آقا در منطقه فرماندهی ما بر اساس اطلاعاتی که من در دست دارم علاوه بر اینکه ما با مردم کف خیابان مسئله داریم مسئله دیگر ما ضد انقلابیه که در مرزهای مشترک ما با کشور همسایه با ما درگیری روزانه داره و نیروهای ما به دو دسته تقسیم میشن در این برخوردها حضرت ها استحصار دارید که در مقابله با مردم و اشرار و ضد انقلاب نمیتوان همسان عمل کرد این مردم با دست خالی با اشرار مرزی که با توپ و تفنگ و توان عملیاتی که خدا شاهد در همین هفته گذشته در منطقه مرزی سر یک نیرو منو بریدند و بر اون فرستادن رو مورد مقایسه قرار داد این مردم متفاوتند و فرق بسیاری دارند و ما میتونیم اسلحه به دست نیرو بدیم و بگوییم این فرد ضد انقلاب و تروریست و شرور مرزیست برو بکش و برگرد اون فرد کارش تجاوز به خاک وطنه و ما در مورد خاک و عراضی وطن با کسی تعارف نداریم خدا رحمت کنه شهید امت در یک عملیات خدمت ایشان بودیم در همین مناطق مرزی آن زمان من اطلاعات شناسایی بودم میفرمودند که خاک و ناموس در وطن برابری میکنه ما هم اگر اون صحبت رو اساس و بنیه تفکر خودمون قرار بدیم چگونه میشه با یک اسلحه در حمایت از خاک از خاک اشرار را سرکوب کرد و با همون اسلحه دختران رو کف خیابان به گلوله بست اینها با هم مقایرت داره برای ضد انقلاب توجیه داریم به نیرو میگیم ضد انقلاب و کار او تجاوز به خاکه برای مردم چی بگیم خدا لعنت کنه دولت های قبل رو به اون عملکرد ضعیف که کشور با این وضعیت تحویل دادن ولی نمیتونیم کسی که مشکل و دردش تأمین اقلام خانوار نان و نمک و برنج و گوشت و ماسته است رو با اسلحه و زور گلوله آروم کنیم امام زمان خون گریه میکنه به این وضع تصمیمگیری و اقدامات در کشور که سخت کرده معیشت رو برای مردم اون وقت هر لحظه و هر روز ما نامه از آقای برادر شمخانی دریافت میکنیم و همکاراشون که در سایه امن در دفترشون زیر تحویه مطبوع نشستند که شهر رو آروم کنید بزنید و آروم کنید بزنیم چگونه بزنیم مردم که نمیشه زد مردمن چطور جواب خدا رو بدیم اما پاسخ شمخانی به سرداران معترض برادران عزیز شورای عالی امنیت ملی که در دوره های مختلف و تصمیمات خود توانسته است بنیان امنیتی کشور را به, سامان کند و با تصمیمات بجا و رهنمودهای رهبری کشور را در مقابل نیروهای داخلی و خارجی پایدار نگه دارد می تواند همچنان قدرتمند در برابر تصمیمات دولت های متخاصم منطقه قدم بردارد اینکه بعضی دوستان در این جلسه اقدامات شورا رو تا سطحی پایین بیارند یا شورا رو در فرد ببینن خودشون هم البته میدونن که تصمیمات شورا فردی نیست و تعداد زیادی در این تصمیمات دخیل هستند دوست عزیزمون اسم بردن که ساعت فلان شخص گران خود سرداران که در اینجا حضور دارند آیا از فرزندان خود و مشخصه های رفتاری اونا با خبرند یا خیر شورای عالی امنیت ملی در پژوهش که سال قبل انجام داده برآورد کرده که هزینه فرزندان و بعضی از فرماندهان در ماه بیش از یک میلیارد تومنه آیا حقوق و مزایا در جمهوری اسلامی به حدی هست که فرزند یک فرمانده سپاه یا ارتش بتونه با حقوق پدری مقدار خرج کنه آیا هر فرد بنا توانش کار اقتصادی نداره آیا در اختیار دوستان راندهای خاص حضور نداره ما در گزارشات متعدد به منابع دست داریم و میدونیم که هر کس کجا و چه درآمدی رو در ماه داره حتی در حوزه خارج از کشور سرداری که اینجا در جلسه فرماندهان از فرزندان صحبت به میان می آورد آیا فرزند خودش در سه کارخانه سهام سهامدار عمده نیست و اما سرتیب بهمن ریحانی در استان کرمانشاه گفته وضعیت معیشتی مردم خیلی وخیمه در این منطقه فقر زیاده و اختلاف طبقاتی بیداد کنه بخش اصلی درآمد مردم از کولبری در روزهای سخت و سر در مرزهای کشور شروع میشه بنا به فرموده حضرت عالی مسیر تردد مردمی که کوله بر اجناس و کالا هستند به اندازه تأمین معیشت روزانه به اندازه تعیین تأمین معیشت روزانه باز شده و روزانه بیش از دو هزار کولبر در این منطقه از کوههای خطرناک میروند و میآیند و خدا گواه است که ما کوچکترین تعرضی به این افراد نکردیم این کولبران ممکن است آقایان باور نکنند که برای روزی دویست هزار تومان شانزده ساعت در کوههای برفی و خطرناک با پای پیاده راه می روند تا کالا را برسانند و گاهی در روز بیش از چند زخمی و گاهی کشته توسط نیروهای مرزبانی جابجا می شوند. در جلسه شورای تأمین استان در جلسه شورای تامین استان ریاست دادگستری حاج آقای توسلی زاده فرمودن که ضد انقلاب توسط همین کولبران وارد کشور می و مسائل امنیتی استان از طریق همین افراد به مشکل میخورد و ما در سال بیش از 15 نفر دستگیری ضد انقلاب داشتیم که از طریق همین مسئله وارد کشور شدند و میخواستند عملیات کنند از طرف دیگر شهید کرمی که به دست ضد انقلاب در همین چندی قبل به شهادت رسید نظرش این بود که نمی شود کسب و کار نزدیک به دو هزار نفر مختل کرد که 15 نفر در میان آنها ضد انقلاب وارد کشور نشود و نظرش این بود که وظیفه اج... جریانهای جریان های اطلاعاتی است که با این مسئله برخورد کنند حرف من در مورد فقر این استان است و بحث فقر در این استان تنها برای نیروهای نظامی و معلم و بازنشسته نیست این استان دیدش به آینده خیلی بد است و وضعیت جدایی طلبها و تبلیغات آنها هم به این امر دامن زده است اما سرتیب چهار باقی میگه در روزهای آخر مأموریت من در شهر حلب و اطراف این شهر من با مشاهداتی روبرو شدم که خدمت مقام معظم رهبری حاضرین و سروران محترم عنوان میکنم خیلی کوتاه باید درزتون برسونم که نیروی تحت امر من که در کشور سوریه و بعضی اوقات هم در کشور عراق علیه جبهه دشمن و جبهه به واقع باطل و کفر مشغول به مبارزه است با خبرهای بدی از خانواده خود مردد می شود در میان این خبرها دستگیری افراد خانواده مهمترین مسئله است چطور نیروی تحت امر من در جبهه جمهوری اسلامی علیه کفر و باطل می تواند عملی درست و دقیق و بنا به فرمایشات حضرت آقا شایسته و در لحظه داشته باشد که همسر خواهر برادر یا پدر او در بازداشت خودمان است حال از مبحث تعهد به نظام و مسائلی که حفاظت اطلاعات در آن پافشاری میکند که البته این پافشاری درست است بگذریم اما با نیرویی که برای تأمین امنیت و آرامش کشور خانواده و فامیل خود در جبهه هایی که دشمن و غیر دشمنش معلوم نیست و اگر لحظه ای درنگ کنی یا سر از بدنت برمیدارند و یا با شنیترین اعمال با تو برخورد خواهند کرد با خاطری جمع آسوده می تواند عمل کند؟ افسری در کنار من از سال اول جنگ در سوریه در کنار من می جنگد. این نیرو حضرت آقا التزام اولی به رهبری و نظام در او به حدی بالاست که در چندین عملیات قبل از حرکت عکس حضرت آقا را در جیب می گذاشت که اگر در درگیری با داعش اسیر شد با دیدن عکس آقا شهادتش حتمی شود در روزهای اخیر برای آزادی همسرش از زندان اوین با دستور بازداشت سپاه سنگرهای مبارزه رو ترک کرده و پشت در به زندان اوین به انتظار آزادی است آیا می شود؟ آیا امکان دارد ما نیروهای معتقد خودمان را با دست خودمان از دست بدهیم؟ فرماندهی محترم سپاه استان در مورد شرایط استان صحبت کردند و به کلی وضعیت استان را گفتند نفر بعد میگه من سرهنگ عباس بنایی تنها در مورد سپاه محمد رسول الله چند نکته کوچیک عنوان میکنم مسئله فاصله نیروها از ترکوبهای خیابانی به عینه دیده میشه یعنی نیروی آموزش دیده ای که برای شرایط اختشاش و بحران آماده سازی شده درست در زمانی که باید نمیتونه از عهده و وظایف خودش برمیاد البته علل مختلفی داره و تنها مسئله که فرماندان محترم عنوان کردن نیست حضرت آقا در نیروی تحت امر من بعضی مسائل عقیدتیه نیروی من تمایل به درگیری با دختران و زنان نشون نمیده نیروی من عنوان میکنه اگر نیروی نیروهای اختشاشگر یا هر چیزی که اسمون رو میذارید مرد بودن با کمال میل و اعتقاد اونا رو سرکوب میکردن اما چون افراد رو به روی زنها و دختران هستند در مقابل مردان ضعیف هستند لذا از درگیری خودداری می کنند و به تذکر بسنده میکنند در دو دور درگیری در بلوار ارم شیراز شاهد بودیم که دختران دانشجو را با کلام رهسپار سپار میکردند در حالی که تجهیزات در اختیار داشتند ای از نیروهای من هم در اعتراضات و صحبتهای صفهای آمادگی برای اقدام تجهیزات خودشون رو زمین گذاشتن اعلام کردند اینا خونواده ما هستند و اعتراضشون بر حق و بر مشکلات معیشتی و اقتصادی اعتراض واجبه و حق خود رو از نظام میخوان یعنی عدهای از نیروهای من این اعتراضات رو مشروع میدونن در این میان افرادی که نیروهای بیسیم ما هستند که در مواقع درگیری ها و جلوگیری از اختشاشات مسیرهای غیر واقعی برای نیروهای کف صحنه میفرستند و علت رو بعدا جویا شدیم گفتن که ما با مردم درگیری نداریم و حتی در مقابل بازداشت و توبیخ هم با لبخند و راضی از خود وارد بازداشت شدند این نیروها های مختلفی دارند که شکاف بین حکومت و این افراد میتونه خطرات بزرگی رو برای نظام و کشور به همراه داشته باشه این بسیار بسیار بزرگی بوده یعنی رو چقدر نزدیکیم اگر که هر رسانه دیگه غیر از ایران وایر اینو منتشر کرده بود من به اصل بودن شکایت این گزارش شک میکردم حالا گرچه که میخوام پیگیری کنم این واقعا همچین جلسه بوده آدمایی بودن میتونم پیدا کنم واقعا چون اگه این باشه فوق است ما اکثر واقعا از چیزایی میترسیم که نمیشناسیم اگه بشناسیم شاید ترسمون بریزه چون اگه میدونستیم که آدمایی هستن که پای بیسی مسیر رو دارن اشتباه میگن مثلا اینکه میگن مردم مثلا اینجا درگیریه اون پای بیسی میگن جای دیگه درگیریه یا اتفاقاتی این چنین میخواستن به رهبری و توپ بزنن دستگیرشون کردند یا یعنی اینکه از همون اول وقتی توجهشون کردن یا از طرف گوشت نمیخوام یه با لبخند وارد بازداشت شدن این اتفاقات بسیار بزرگی و که انقلاب زن زندگی آزادی داره به جاهای بسیار حساس خودش میرسه یادمون نره تازه تاریخ این جلسه سیزده دی بوده اسفندیم و سیزده دی یعنی خیلی از این جنایت که جمهوری انجام داده در زمانی که تازه دیگه اعتراضات تو خیابون نبوده میتونه شرایط خیلی پیچده تر کرده باشه مثلا نیروهای بدنه سپاه یا ارتش و اطلاعات و هر جای دیگه امیدواریم که هر چی خبر خوب زودتر اتفاق بیفته تا مردم کمتر آسیب ببینن صحبت رو کوتاه میکنم ممنونم که این ویدیو رو با من همراه بودیم ویدیو دوستان خیلی مهمه لطف کنید لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید اگرم تالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بیشتر با هم دیگه خوب و خوش و سلامت باشید تا درود دیگر بدرود و خدا